به نظرم بازیگر کسی است که اولا نقش رو در جنین دل و جان خودش پرورش میده وقتی متن رو میخونه، و تو این مرحله پرورش جنین خیلی باید مراقبت بکنه، خیلی باید مراقبت بکنه. و مرحله بعدی به منصه ظهور در آوردن، یعنی تولد اون جنین بارور شده. حالا تو هر کدوم از این ساحت ها و موقعیت ها اگر احیانا اون مراقبت های لازم صورت نگیره، ممکنه جنین ناقص الخلقه به دنیا بیاد. کاملا منظر من درست دارید نگاه میکنید به این مقوله بازیگری. حالا منم در راستای برنامه شد شما میخوام بگم که خب بازیگر اول فکر میکنم با توجه به حالا تجربه تقریبا میتونم بگم 54 ساله، حالا درست غلط چه کاری ندارم، ولی سفیر اندیشه کارگردان یه جوری. بعد ضمن این که من تو هم خیلی موقع میشه صحبت میکنم راجع به بازیگری، حالا با عامه مردم یا بازیگرانی که جدیدن اومدن توی عرصه بازیگری، حرفم این است که میگم مگر نه این که خداوند خالق همه هستیست، بشریت و همه آنچه که موجوده در کره زمین، نمیخوام بازیگری رو با خدا مقایسه کنم، ولی به گونه ای فکر میکنم که بازیگری یه جور خدایی کردنه. یعنی اینکه اگر من بازیگر بتونم یه شخصیتی رو بحث جنینی که داریم خلق بکنم و بیننده تو اون طول زمانی که فیلم رو میبینه پرویز پرستویی یا هر اسم دیگه ای رو فراموش بکنه، بلد. اون شخصیت یا کاراکتر هر چه که هست رو اون رو ببینه و بعد بیاد تهنشین بشه، حالا راجب کار من بخواد ارزیابی بکنه یا من خوب تونستم این کار بکنم یا بد تونستم، ولی خروجی اون کار فکر میکنم که یعنی باعث یک شخصیتی متولد بشه در واقع. درسته، یک کاراکتری باید متولد بشه. و به همین جهته که بارها حالا صحبتایی هم که همیشه کردیم، من فکر کنم که خودم اعتقادم بر اینه، میگم شما فکر کنید موقع که دارید بازی میکنید اولین و آخرین کارتونه. اولین به این خاطر که از گذشته وام نگیرید، شبیه همون نشه، آدم دیگه ای رو، آدم جدید رو خلق بکنید. اینکه آخرین کار یعنی تمام همه تو باید بذاری برای این کار. یه خاطره رو که بارها من تعریف کردم همیشه برام مهم بوده، اونم زمان فیلم آژانس شیشه‌ای بود که اون سال حالا فجر رو نمیدونم منتقدین و جشنخانه سینما و جشنواره دفاع مقدس حالا اشتباه جایزه‌اش داد به ما، منتهای مراتب اون آخرین جایزه‌ای که مثلا تو اون ایام من گرفتم اون جشنواره دفاع مقدس بود در همدان برگزار شد. بله بله اون سال همدان بود. خب من خودم همدانی هستم، رفتیم اونجا شبا هم مراسم برگزار میشه. بعد من شنیدم که آژانس شیشه‌ای در شهر اکرانه در شهر همدان. به دوستان مسئول جشنواره گفتم که در جریان باشن، گفتم که من میخوام برم فیلمو ببینم. گفت میخوان کسی بیاد؟ بودم نه من راحت همشهریمون هم همین میرم. من رفتم داخل سینما که شدم، خود طبق معمول تماشاچی ها که ما رو دیدن لطف کردن به ما اینها، ولی دیدم اون گوشه یه نفر دو تا عصا زیر دستاشه و به سختی به قول سینمایی زوم کرده رو من داره میاد به طرف من. من خب وقتی این رو درک کردم خودم رفتم به استقبالش و وقتی نزدیک هم شدیم منو بغل کرد، شروع کرد گریه کردن. منم که طبق معمول اشکم در اشکم بود و قول معلوم، گفتم آقا من خرابم که چرا اینجوری میکنی؟ گفت من خود عباسم. عجب. گفتم یعنی چی؟ گفت اسمم فرق میکنه، کمیسیون پزشکی تشکیل شده، من باید برم لندن این آژانس شیشه‌ای و منو نمیفرستم و الانم به ضرب زور دارو زندم، یعنی وقتی میام بیرون خانواده من امید به برگشت من ندارن، نمیدونن 5 دقیقه دیگه میخورم زمین، 10 دقیقه دیگه میخورم زمین. اما یه اتفاقی افتاده، من از روزی که اینجا آژانس شیشه‌ای اکرانه هر روز میام و قضا هم از خونه میارم طبق
فتوای این مدیر سینما، از صبح میشینم تا آخرین سانس این فیلم رو میبینم. عجب. اش گفتم خب خسته نمیشی شما؟ گفت نه، نه تنها خسته نمیشم، یه اتفاق دیگه هم در من افتاده. گفتم چی؟ گفت یه هفته است من داروهامو قطع کردم. یعنی اون خیلی حیرت انگیز بود برای من. اگرچه همیشه من به این قائل بودم که ما میتونیم به عنوان سفیر اندیشه کارگردان که به قول من یک مسئولیت سنگینی رو ما میسپره بتونیم تاثیرگذار باشیم، پس این اتفاق هم میتونه بیفته. به قول یه دیالوگی ما تو فیلم شکار مجید جوانمرد، یادش بخیر، یادش بخیر واقعا چقدر فیلم خوبیه. بله. و خدا رحمت کنه آقای بیات رو با اون موسیقی فوق العاده. بله، بله. خدا بیامرز خسرو شکیبایی، خدا رحمت کنه شکیبایی رو، بله، باقوسیان، بله، همه خدا، بله، بیامرز. بله، بله، بله. اینی که اونجا یه دیالوگی داشت، یه مریضی تو اون امامزاده بود که ما، بله، پناه برده بودیم اونجا. خسرو میمد، خدا بیامرز، به اصطلاح سعی میکرد با این مریضه کلنجار بره، بعد میفهمید که این آسم داره، بهش میگفت دخیل بسته بودون. بله یادم. گفت دوا با دکتر، شفا با خداست. بله. خب پس دوا نیازه، شفا هم در کنارش هست. ولی این هنر چه پدیده ایه که میتونه کاری بکنه که یه اثر باعث بشه که یه هفته دارواشو نخوره، اونم کسی که ترکش تو بدنش دائم داره بازی میکنه، هر آن ممکنه شارگ حیاتیشو بگیره. پس اینقدر سنگینه، یعنی اون چیزیست که به اصطلاح همیشه آویزه گوش من بوده و خیلی چیزهای دیگر که میگم ما خیلی مسئولیت سنگین داریم. بله. بازیگری امر بسیار مهمیه، شاید الان خیلی راحت شده و خیلی ساده گرفتیم بازیگری رو، ولی همچنان برای من جدیه این بازیگری. و یکی از دلایل مهمش هم اینه که من آخرین کاری که کردم توی سینما فیلم بی همه چیز 3 سال پیش بوده. بله. و از اون 3 سال پیش تا الان هیچ فیلمی را نتونستم بپذیرم. چرا انقدر ساده شده؟ یا ساده انگاری به صدا میشه نسبت به همه چیز؟ از جمله نمیخوام همه آثار رو بگم، مطلقا همه آثار رو نمیگم، ولی آنچه که مشهود و ملموس و روشن است این استش که سطح کیفی آثار کاهش پیدا کرده در همه بسترهای فعالیت، از جمله حوزه بازیگری. من فکر کنم فیلم نامه دخیل تو این کار، کارگردان دخیل، تهیه کننده که یک اثر رو به اصطلاح میپذیره که تهیه کنه، باید بدونه که چه اثری رو میخواد تهیه بکنه. اینا همش دخیل، به ضمن اینکه اون بازیگر هم باید بدونه که مسئولیت بسیار سنگینی داره. یعنی اینجوری نیست که من فقط یه قرارداد می‌بندم، یه پول خوبی هم میگیرم، بعدم حالا بازی که دیگه ساده است برای ما، این همه بازی کردیم، کاری نداره که دیالوگ حفظ میکنیم، میتونیم گریه کنیم، میتونیم بخندیم، موراتون میگذره دیگه، توی کارم به فکر کار بعدی هستیم. و این اون چیزیه که من هنوز نتونستم باش کنار بیام. یعنی همیشه قبل از هر خروجی کاری دنبال خودم میگردم، یعنی فکر میکنم که بازیگری با خود من خیلی در واقع کلنجار رفته و خیلی من ساخته، نگاه منو به جهانم عوض کرده بازیگری. یعنی به خاطر همینه که من از به اصطلاح مسیر بازیگری به این مسیر رسیدم که من اصلا بلد نیستم تو اون مثلثی که یه جوری بذاریم بگم که ابداع خودم، میگم کار خوراک خوابو بلد نیستم. احساس میکنم که بازیگری خیلی میتونه نگاه منو به جهان عوض بکنه، و کاری که میپذیرم باید همیشه اینو شاید تکراری باشه، میگم باید یه جمله به من اضافه بکنه. بارها مثال زدم، میگم مثلا فرض کنید فیلم موج مرده عزیزمون آقای حاتمی کیا، خب یه فیلمیه که کلی دیالوگ داره، کلی موقعیت داره، کلی فضا داره، ولی به نظر من یه جملهش کلید کار است. اونم وقتی که توبیخ میکنن مرتضی راشدو، یه قراری داشتیم، یه قرار ما بجنگ، قرار بود ما بجنگیم، شما از بچه‌هامون حفاظت کنید، کدوم یکی از ما کم بشه؟ این اساس و اصل به اصطلاح فیلم نامه است، بقیهش به اعتقاد من تزیین غذاست که میتونه غذا رو خوشگلتر نشون بده، ولی اصل حرف ما در اینه. یعنی روی... جهان بینی فیلم اینجاست، اونجا میچرخه. من همیشه به دنبال اینم، یعنی
همیشه انتظار میکشم، نه آدم تنبلیم، نه خستگی میفهمم یعنی چی. دوست دارم که این فیلم امروز تموم شد، فرداش برم سر یه فیلم دیگه، اما به چه قیمتی؟ میتونید این کارو بکنی؟ میتونم، من کردم این کارو. شما حساب کنید من آژانس شیشه‌ای رو کار کردم، دو روز بعدش رفتم فیلم مرد وزیر بازی کردم. اصلا دو تا دنیای کاملا متضاد. بله. فیلم روبان قرمز کار کردم، آقای همایون اسدیان دوست عزیزمون کارو شروع کرد، به خاطر اینکه بعد رج میزد شروع میکرد. من وقتی از روبان قرمز دادم اصلا رنگ صورت من معلومه، مال اون طبیعت قشمه در واقع. اومدم فیلم شوخی رو بازی کردم. هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارم. بله. از اینکه حالا من بعد یه ذره زمان بگذره خودم رو پیدا بکنم و از این کارا من بلد نیستم. حتی فکر کنم بازیگر در آن میتونه لحظه رو تغییر بده، یعنی بعد اینقدر توانایی داشته باشه که فضاشو بتونه عوض بکنه.